سلام. وقتی علی گدا از همه جا مونده و رونده میشه، وقتی پیچ سانتریفیوژاش شل میشه و عمق استراتژیکش پیچ میخوره، وقتی ولایت حراسی همه جا رو میگیره، اون وقت تنها رایی که براش باقی میمونه انشا نویسی، اونم خطاب به جوانای اروپا و آمریکاست. بگی منو. پیامی برای جوانان اروپا و آمریکا. اکنون من میخواهم از خود بپرسید که چرا سیاست قدیمی حراس افکنی و نفرت پراکنی این بار با شدتی بی سابقه اسلام و مسلمانان را هدف گرفته است؟ در واکنش به سید پیش‌داوری‌ها و تبلیغات منفی سعی کنید شناختی مستقیم و بی‌واسطه از این دین به دست آورید. شناخت مستقیم و بی‌واسطه از کدوم دین؟ اگه منظور دین آخوندی و شریعت ولایت فقیه، خب جای این کلی بافیا و کشتابیا دو تا مثال مستقیم و بی‌واسطه بزن که جوانای اروپا و آمریکا قشنگ روشن شن. از اعدامای هر روزه بگو، از زندانات بگو، از کهریزک بگو، از بمبای چسبنده تو عراق و سوریه بگو. بگو دیگه، چرا نمیگی؟ چرا لالمونی گرفتی؟ رهبر انقلاب خطاب به جوانان اروپا و آمریکا گفتند: اصراری ندارم که شما قرائت من یا دیگر قرائت‌ها از اسلام را بپذیرید، بلکه اجازه ندهید که قدرت‌ها با دورویی تروریست‌های مزدورشان را به عنوان نمایندگان اسلام معرفی کنند. دی 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 عجب دم خروسی از وسط پیام عظما بیرون زد. آقا کدوم قدرت گفت که تروریست‌ها نماینده اسلامند؟ همه که دارن میگن این تروریستایی که اسم اسلام رو خودشون گذاشتن ربطی به اسلام نداشتن. پس منظور این علی گدا از این حرفا چیه؟ بذارید یکی دیگه از برخفارهای حکومتی رو ببینیم، شاید قضیه روشن‌تر بشه. نامه رهبر انقلاب خطاب به جوانان غرب بیش از پیش این حقیقت را روشن میکند که آشنایی با اسلام واقعی عامل مهمی است برای نمایان شدن چهره واقعی آنانی که منافقانه و به اشکال گوناگون سالهاست تحریف و تخریب مکتب اسلام را در دستور کار خود قرار دادند. آخه علی گدا، چرا اینقدر جوانای اروپا و آمریکا رو میپیچونی؟ خب بگو دردت اقبال دشمنای اصلی نظامه و خلاصمون کن دیگه. بعدم برو یه خاکی رو عمامه خودت بریز که بعد این همه سال حکومت خرج و مخارج میلیاردی تو گل رژیم حراسی گیر کردی و مجبوری با سیلی انشا نویسی صورتتو سرخ نگه داری. انگاره تصویر غیر واقعی از یک واقعیت است که مدیران جنگ نرم میکوشند آن را به جای واقعیت در ذهن حریف جای داده و به او بقبولانند. حضرت آقا در نامه اخیر خیش خطاب به جوانان اروپا و آمریکا از آنها میخواهند که به دور از توهم پراکنی ها و انگار سازی ها مستقیم و بی پرده به این واقعیت مراجعه کنند. بفرمایی، اینم دو کلمه از شریعت نداری که خودش آخر انگار سازی و توهم زدنه. تازه قبلشم نامه علی گدا رو با نامه امامش به پاپ و شوروی سابق مقایسه کرده. احتمالاً الان جوانای اروپا و آمریکا هم وقت این پیامو بشنون همه سربند بسیجی میبندن سرشون و یکی یکی یه ساندیس دست میگیرن و میرن واسه خلق حماسه نویده. جمع کن بابا علی گدا، جمع کن این عداب و اطفاره رو، منقلتو بچست که دودمانت بر فناست.